در انتقاد از محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حکومت ایران منتشر شده که حاوی تصاویری از آخرین فیلم آقای نوریزاد در آخرین فیلمش به شرایط زندان‌ها پرداخته بوده و میگوید قرار بوده این فیلم را محرمانه برای رهبر ایران ارسال کند. دیروز آقای نوریزاد در نامه سرگشاده جدیدی به رهبر ایران هشدار داد که مثل همه رهبران مرگ در انتظارش هست و باید نگران آینده ایران هم باشد. بنارحیم پور گزارش می‌دهد. خسته شدم از بستگی کارگردانی کردم. بخشی از فیلمی که محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حکومت ایران میگوید به وسیله نیروهای امنیتی از منزل پدرش رو بوده شده، امروز سر از وبسایت یوتیوب درآورد. قصدم این بود که این محصول نهایی رو محرمانه بفرستم برای رهبر و اسمش رو هم گذاشتم محرمانه برای رهبرم. چیزی قریب 80 بود. من این فیلمنامه رو تبدیل به فیلم کردم. در تمام این صحنه ها هم تنها و تنها خودم در لباس زندان جلوی دوربین هستم، چون فیلم ها رو بعد از 80 روز آمدن دزدیدند و برداشتن بردن. دیدم که امروز یه فیلمی ساختن علیه من منتشر کردن. فیلمی که در یوتیوب منتشر شده با اشاره به نوشته های پیشین آقای نوریزاد در مدح رهبر ایران در روزنامه کیهان و نامه های سرگشاده انتقادی اخیرش او را به شهرت طلبی و همکاری با خارجی ها متهم می کند. عزیز دل ما، همچرا که ما در آینه نمی دیدیم تو در پشت خام می دیدیم. با این همه اما در جریان این اعتراض ها به نتایج انتخابات بحث برانگیز 2 سال پیش بود که محمد نوریزاد مثل بعضی دیگر از حامیان آیت الله خامنه ای به صفحه منتقدان پیوست. آقای نوریزاد در اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات 3 نامه سرگشاده به رهبر ایران نوشت. زورآزمایی خیابانی. او در این نامه ها آیت الله خامنه ای را به عنوان پدر گرامی خطاب قرار داد و از او به خاطر حمایت هایش از محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. نوشتن همین نامه ها بود که به بازداشتش انجامید. محمد نوریزاد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان به 3.5 سال حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق محکوم شد. او اما از پشت این دیوارها هم به نامه‌نگاری ادامه داد. بعد از سپری کردن حدود نیمی از محکومیتش آزاد شد، اما از نامه‌نگاری دست بر نداشت. اما لجوجانه و البته ناشیانه همه راه‌های نقد و اعتراض را که حق قانونی مردمان ماست از آنان دریغ کنیم. این همه ترس از فریاد اعتراض مردم اولین تعبیر بایستش نابحق بودن خود ماست. این فیلمساز منتقد حکومت جمعه 14 نامه سرگشاده به آیت الله خامنه ای را نوشت. او که دیگر رهبر ایران را پدر خطاب نمی کند، درباره آینده ایران بعد از مرگ آیت الله خامنه ای به او هشدار داده. آقای نوریزاد در این نامه نوشته وای به روزی که مثلا جناب آقای مصباح یزدی بر سریر رهبری ما جلوس فرمایند. حال روز ما با آن نگاه ویژه‌ای که ایشان به جایگاه ولی فقیه دارند و حتما برای رهبری خیش به کمتر از اختیارات خود خدا نیز رضایت نمی‌دهند تماشایی است. آیت الله خامنه ای اعتراض به نتایج انتخابات را بی‌اساس می‌داند و تا به حال همه نامه‌های محمد نوریزاد را بی پاسخ گذاشته. رعنا رحیم‌پور، BBC. پیشتر با محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، گفتگوی داشتم و از او پرسیدم هدفش از نوشتن این رشته نامه های سرگشاده چیست؟ برای این که قبلا نمیتونستیم بنویسیم، یا لااقل اینجوری به ما تحکم فرموده بودن که مبادا چیزی بنویسید که خاطر ایشون مکدر بشه، و حالا که این ابتدایی ترین حقوقی مردم نسبت به بزرگانشون دارن، مسئولینشون دارن، کما این که مسئولین هم نسبت به مردم مسئولیت های بسیار فراوان دارن. در قاموس فکری ما مسئول به کسی گفته میشه که مورد سوال واقع، و ما سوالات بسیار فراوانی رو داریم که در گلوی ما مانده و تا به حال مطرح نشده، و من توی این نامه ها دارم اینا رو مطرح میکنم. چیزی که 33 سال فرصتش از ما دریغ شده و من دارم تلاش میکنم در یک حجم فراوان این پرسش های دلدل و مانده رو مطرح بکنم. چطور شد که این شکل و نوع از رابطه رو انتخاب کردید؟ رابطه های دیگه وقتی پسندیده بود که مثلا
حادثه ای رخ نداده باشه. من کما اینکه قبلا برای ایشون محرمانه می نوشتم توی نشست هایی که حالا با هنرمندا پیش ایشون می رفتیم مطرح می کردیم، اگر ناهنجاری بود مشکلی بود مطرح می کردیم. ولی وقتی حادثه ها علنی شد، مردم رو زدن، کشتن، آسیب ها در صورت جامعه خودش رو نشون داد، دیگه نامه محرمانه نوشتن دلیلی نمی پسندید. به همین دلیل آشکار نویسی رو بنده اختیار کردم که یه بار حقوقی هم بر ایشون مترتب بکنه. آیت الله خامنه ای مخاطب نامه های شما هستن که حالا فرگشاده شده، آیا اطلاعی دارید که این نامه ها به دست ایشون میرسه و اون رو میخونن؟ شما وقتی نامه ای رو فرگشاده میبینید که میکنید خبری از طرف مقابل به شما نمیرسه و علاقمند هستید که مردم در این فریادی که شما میزنید سهیم باشن، و من زمانی که احساس کردم که حرفی شنیده نمیشه نامه های علنی رو نوشتم، و بعد زمانی که دیدم که بسیار به من سخت میگیرن در زندان که آقا شما وقتی میتوانیستی محرمانه بنویسید چرا این را علنی نوشتید، بعد از زندان آمدم بیرون شروع کردم به ساخت یک فیلم محرمانه برای ایشون که این هم تحمل نشد، و این اتفاقا آزمون خیلی خوبی بود. جامعه ما شما ظاهرا طبق یک قانون نانوشته اجازه ندارید هم برای رهبر نامه سرگشاده بنویسی و هم محرمانه، و این چیزی نیستش که ما بتونیم تحمل بکنیم و اصلا پسندیده نیست. من از شأن فکری ما بدوره که ما مسئولینمون هم محرمانه ما رو نپذیرن هم آشکار. آقای نوریزاد، نگران این نیستین که نوشتن این نامه ها و ادامه اون همچنان برای شما پیامدهای به دنبال داشته باشه، خطری شما رو تهدید کنه؟ نمیتونم بگم نگران نیستم. به هر حال ما هم داریم زندگی میکنیم، ما هم خانواده داریم، ما هم به هر حال کار و زندگی و معیشت چیزها رو داشتیم و داریم. اما اگر شما خواستار بهبود اوضاع جامعه آسیب دیده خودتون هستید باید هزینه بکنید، چاره ای نیست. مردم ما آسیب دیدن، من میبینم که حالا فوقش با من چه میکنن وقتی فرزند جوان مردم توی خیابون مثلا مغزش متلاشی شده. این کمترین آسیبیست که احتمالا به من خواهد رسید، منو میگیرن مجددا زندان میکنن، یا منم یکی از اونها. بالاخره ما تا هزینه نکنیم، تا این آسیب ها رو به جان نخریم، تا داوطلبانه برای اصلاح نازیبایی ها هزینه نشیم، اتفاقی توی جامعه نمیفته. فرض کنید که بنده این نوشته ها رو ننویسم، یک سکوت وسیع قبرستانی بر جامعه ما حاکم خواهد بود که حالا هر از گاهی یکی یه فریادکی میکشه. این درست نیست. ما آرزوهایی داشتیم و به خاطر این آرزوها انقلاب کردیم که الان همه اون آرزوها به خاک افتاده و ما علاقمند نیستیم که این به هر حال حرکت های مردمی به یک ناسرانجامی و به یک بن‌بست بتونی منجر بشه. در یکی از نامه هاتون به یک سری تهدیداتی که به شما شده بود اشاره کردید، میشه دقیقا از این تهدیدها به ما بگید؟ من تهدید شدم به جهت که نخواستم ساکت باشم. تهدید شدم به خاطر اینکه موضوعاتی رو و شخصیتهایی رو در نامه های خودم مخاطب قرار دادم که اینها اتفاقا دعوت میکردن همگان رو طبق یک قانون نانوشته که در مورد اینها باید سکوت کرد. مثلا اینکه من میگم که آقا وقتی ما رهبرمون رو یا از زبان خود ایشون میشنویم که این مرتب حرف از عوام و خواص میزنند و زندگی حضرت علی، پاکترین زندگی ها مال حضرت علی بوده. مثلا تمام حساب مالی ایشون مشخص بوده، آشکار بوده، و حالا که ما مثلا بسیاری از مسائل مالی امروز تحت نظر رهبر جزء خط قرمزهای حسابرسی است، مطلقا اصلا جرأت نداره به این حوزه ورود بکنه و بپرسه که آقا این همه پول کجا رفت. به همین دلیلی که بنده تهدید شدم، بله، به خاطر اینکه افرادی رو مورد سوال قرار دادم یا موضوعاتی رو به عنوان سوال مطرح کردم که جزء خط قرمزهای تبرئه نشده جامعه ما بوده. گفتگویی بود با محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت در ایران.